می فرماید رسول گرامی اسلام ان المؤمن لا یسکن الی المؤمن کما یسکن القلب الظمآن الی الماء البارد. مؤمن پیش مؤمن آرامش پیدا میکنه، جیگرش حال میاد، خنک میشه، مثل کسی که جیگرش تشنه است به آب خنک میرسه. آقا ما به مؤمنین میرسیم اینجوری نمیشیم. آقا در مورد مؤمنین اینو توضیح دادن، نه هر ام قمری که خب عزیز من. آقا در مورد مؤمنین اینو توضیح دادن. شاخ غرورتو به کم بنداز دور. به چه دلیلی مرید امام زمان تو تحویل نمیگیری؟ به چه دلیلی براش فداکاری نمی کنی؟ آقای حاج احمد متوسلیان وقتی که اسیر شدن تو لبنان بنده اونجا بودم، منتها یه بچه بسیجی جز بودم، توی برای بچه های لبنانی یه کمی عربی بلد بودم، باهاشون گپ می زدیم و اختلاط می کردیم و گفتگو می کردیم. به ما گفتن که حاج احمد رفته تهران. ما اومدیم تهران فهمیدیم که حاج احمد اسیر شده. به بچه ها نگفتن، به نیروهای ساده نگفتن این حرفو که آقا حاج احمد اسیر شده، چون واقعا بچه ها خیلیشون دق می کردن، خیلی دوستش داشتن. حالا چرا اینجوری بود؟ بابا اون یه آدم حسابی بود، اصلا یه چیز دیگه بود. پاش مجروح بود، آتل گذاشته بودن، بعد باز میکردن جراحت پاشو، پانسمان میکردن، بعد هر روز باید میرفت پانسمانشو عوض میکرد، سر وقت باید میرفت، از بیمارستان زنگ میزنن. بابا اون زمان که تو کردستان بوده ظاهرن یه اتفاق براشون افتاده بوده، چرا نمیاد حاج احمد؟ حالا الان حمومه، حموم نباید بره اون پاش فعلا اینجوریه. خب حالا چیزه، شما کاری نداشته باشید، میاد یه ساعت دیگه، میاد یه ساعت دیگه چیه؟ بیاد اینجا پانسمانشو عوض کنه، پاش خطرناکه. بعد یه ساعت دیگه اومده میبینه که خب سر و ظاهرش که نشون نمیده چون هموم رفته باشه، دستشو نگاه میکنم یه دستش که هموم رفته، ولی سر و کله و هیکلش هموم نرفته. حالا چیزی که به این نمیگه. بعد از اون رفقاش میپرسه یعنی چی این دیر اومد؟ بعد هموم چجوری رفته بود؟ اینکه دستش همومی بود، چروک شده بود از بس آب زده بود، ولی سر صورت گفت بابا بنش نگیا، این برنامه داره لباسای بچه‌ها رو برمی‌داره می‌بره می‌شوره، هیچ کس هم حق نداره اعتراض کنه، هیچ کس هم حق نداره اینو جایی بگه، ما هم جرئت نمی‌کنیم جوری جلو. رفته با همون پای شکستش همین برنامه، گفت من این برنامه لباس شستنمو انجام میدم، اونم بیا یه کاری بکن آخه. لباس کیو تو شستی تا حالا؟ تو تشکیلات برای هم دیگه فداکاری بکنیم؟ نه، ما چیزه، ما خودمون نگرشتیم برای آقای امام زمان اصلا برای ایشون فدا کنیم. شاخ غرورتو به کم بنداز دور. به چه دلیلی مرید امام زمان تو تحویل نمیگیری؟ به چه دلیلی براش فداکاری نمیکنی؟